مجده الریایی 29 ساله متخصص امور تغذیه است و با این که از سوی یک جامعه محافظه‌کار با انتقاد روبروست، با تبلیغ اهدافی که دارد رسانه های لیبیایی را تحت فشار قرار داده است. وی که به حیث مجری یک برنامه رادیویی، هنرمند، یک متخصص بخش تغذیه و یک معلم در دومین شهر بزرگ لیبیا کار میکند، امیدوار است تا ثابت کند که زنان نباید محدودیت را در رسیدن به خواسته های خود داشته باشند. وقتی تقریبا 14 ساله بودم استعدادم را در رشته خوشنویسی دریافتم و بعدا آن را طی مراحل زیادی یاد گرفتم تا اینکه با سبک‌های مختلف خوشنویسی عربی و لاتین تسلط یافتم. این صرف یک سرگرمی بود. سپس به شغل مبدل شد. از طریق آموزش خوشنویسی و فروش نقاشی های مواد به دست آوردم. مجره با زندگی در یک جامعه محافظه‌کار که زنان بیشتر در آن با وظایف خانه مواجهن، ترجیح داد که آگاهی عامه را در مورد صحت و تغذیه افزایش دهد. قسمی که به شما گفتم افراد نزدیک از من حمایت میکنند، اما گاهی اوقات برای زنی که در برنامه ها و مصاحبه ها ظاهر شده و با مردم ارتباط برقرار میکند، انتقاد های هم وجود دارد که ناراحت کننده هست. اما مجده میگوید این صداهای منفی مانع کار او نشده و آنها با این عمل برایش انگیزه میدهند تا بیشتر به اهدافش دست یابد. مجده علاوه بر مجری رادیو و متخصص تغذیه، ورکشاپ های خوشنویسی را دایر می کند که در آن زنان جوان و سالخورده ثبت نام می کنند و امیدوار است که این ورکشاپ ها برای آنها یک سرگرمی و یا در ایجاد شال کمک کند. مجده می افزاید که شوق او برای کار در رادیو وابسته به علاقهش به افزایش آگاهی عامه روی موضوعات صحی است و او با پشت کار به انجام این وظایف خود ادامه می دهد. خدیجه همال کوزه، صدای امریکا.